منابع محلی صبح امروز پنجشنبه دوم قوس آذر ماه 1402 از شهادت دو تن از علمای شیعه به نامهای حجت الاسلام خادم حسین هدایتی و حجت الاسلام رجب اخلاقی در جبریل هرات خبر می‌دهند. به گزارش منابع یاد شده، این دو عالم دینی هزاره در مقابل مصدری در جبریل هرات به ضرب گلوله به شهادت رسیدند. این کشتار در حالی صورت می‌گیرد که از کشته شدن 3000 دیگر در ولایت‌های دایکندی و غزنی تنها دو روز می‌گذرد. طالبان درباره این کشتار هزاره‌ها در چند روز اخیر هیچ واکنشی نشان نداده است. آقای مطهری سلام، خوش آمدید به برنامه. به صورت کوتاه در رابطه با سوابق دو روحانی شیعه که در جریان این حمله تروریستی به شهادت رسیدن توضیح بفرمایید. این دو تا عالم شیعه که در هرات افغانستان به شهادت رسیدن جز علمایی بودند که در مساجد به عنوان ملا امام یا نماز جماعت برگزار میکردن و در کنار نماز جماعت بخشای فرهنگی هم انجام میدادن. مثال ولادت و شهادت ائمه معصومین همیشه برگزار میکردن و در دیگر نشستای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی اشتراک میکردن. این دو تا عالم. بله. آیا از هویت عاملان و سوء قصد کنندگان به این دو روحانی شیعه اطلاعاتی به دست آمده؟ تا هنوز متاسفانه هیچ گروهی حمله برای دو عالم به عهده نگرفته. اما چیزی که به جهان و به مردم افغانستان معلوم است، مردم هزاره و مردم شیعه افغانستان بارهاست که مورد حملات انفجاری و همچنان شخصیت‌های مردم هزاره ترور گردیده است. عامل ترور مردم هزاره یا داعش است یا طالب است که ما بغیر این دو گزینه دیگر ما هیچ دشمن مردم هزاره و شیعه در افغانستان ندارد. متاسفانه تا هنوز عامل این موضوع کسایی که حمله جنایتی را انجام داده عاملشان پیگیری نشد و شناخته هم نشده است. بله. دلیل بی تفاوتی و سکوت طالبان در قبال این گونه حوادث که برای شیعیان و هزاره ها رخ می دهد چیست؟ متاسفانه با آمدن حکومت طالبان به افغانستان امنیت هزاره ها و شیعه ها نسبت به حکومت گذشته بدتر شده. حملاتی که ما در این ماه اخیر بر مردم هزاره و شیعه در افغانستان بودیم ی بی سابقه بوده. در دوران حاکمیت قبلی افغانستان چنین حملات بالای مردم هزاره نگردیده بود. ما نه تنها موضوع هرات نیست بلکه ده ها موضوع دیگه است که بر مردم هزاره تحمیل شده است. مردم هزاره در مناطق مرکزی مال اموالشان به سرقت برده میشه، زمینای اجدادیشان توسط طالبان به کوشش داده میشه و همچنان از مردم هزاره مالیات بسیار بلند میگیره و در کنار از او که حملات تروریستی بر مردم هزاره بر مساجد و بر آموزشگاه و بر باشگاه و همچنان شخصیت‌های هزاره را ترور می‌کند. خیلی ممنونم از حضورتون در این برنامه. مرتضی مطهری، کارشناس مسائل سیاسی از اسلام‌آباد.